حالا تایتل چه کار میکنه؟ حرف اول پایتون رو بزرگ میکنه. آپر چه کار میکنه؟ کل حروف رو بزرگ میکنه. و الجاست یعنی از چپ در واقع رشته رو مینویسه و هر جا جا بود به اندازه این عددی که نوشتیم کلن جایی که باقی بمونه رو با این عمل با این کرکتر پر میکنه. حالا اگه نوشی به اضافه با به اضافه پر میکنه. نقطه بنویسی نقطه میزنه. خب؟ پس الان میاد پایتون رو مینویسه. پایتون طول 6 بود. این 8 پس دوتا جای خالی مونده. دوتا به اضافه میزنه. Starts with در واقع میگه آیا پایتون با پیوای شروع میشه؟ بله. Replace کن. پوند رو با رامید. میشه پای رامید. یعنی میگه بیا این THON رو بردار. به جاش این رو بذار. Replace. این چند تا از تابه‌ها بود که ما روی پایتون انجام دادیم. خروجی‌هام که مقابلش نوشتم که اگه یه روزی بخوای مرور کنی دیگه نیاز نباشه تک تک اجرا کنی، یه پرینت می‌گیرین و به عنوان یه جزء همیشه می‌تونی داشته باشی. و استریپ دارم. استریپ کن پایتون رو. پایتون قبلش یه دالر داره، بعدش هم دوتا دالر. استریپ دالر یعنی دالرها رو بردار. که حالا ال استریپ و آر استریپ داریم که میتونه از چپ و راست برداره. استریپ بنویسیم هم از چپ برمیداره هم از راست اون کرکتری که گفتیم. اسپلیت چیه؟ اسپلیت اینه که یک مثلا جمله من دارم و از 4 تا کلمه تشکیل شده. پایتون کریتد بای رسام. و این اسپیسی که میگه اسپلیت کن یعنی بیا این رشته رو بکنه 4 تا کلمه و بذارش توی آ. آ الان یه لیست خواهد بود شامل این 4 تا کلمه. پس با اسپیس ما این رو اومدیم تشخیص دادیم و اسپلیت رو انجام دادیم. حالا فرض کن شما چند تا عدد داری با کاما جدا شدن و میای با اسپلیت رو روی کاما اعمال میکنی، عددا رو میکشی بیرون و میای اونها رو به عنوان یه لیست در نظر میگیری. جوین من دارم، میخوام که همین چیزی که اینجا داشتم و اسپلیت شده بود جوینش کنم. و میام اینها رو که یک لیسته رو می نویسم space.join روی این B بذار توی C تا اینها دوباره به هم بچسبن. و اگر این به جای این اسپیس کاما بنویسم بین تمام اینها یک کاما میذارم. اگر مثلا علامت آندرلاین بذارم بینشون یه آندرلاین میذارم، یعنی رشته که بده پایتون آندرلاین کریتد همینطوری. و ما فرمت هم داریم توی در واقع رشته ها، خیلی میتونه تو قالبی که برای خروجی میدیم کمک کنه. مثلا باز پایتون رو توی اس گذاشتم و حالا گفتم که این پایتون رو برای من چاپ کن. یک اف نوشتم و بعد نوشتم تکوتیشن نیم دو نقطه آکولات باز و بسته داخلش این اس رو گذاشتم. به جای اس پایتون در واقع میاد. آنچه که بین دوتا آکولات در واقع قرار میگیره اون جایگزین میشه. پس پایتون میاد و اینجا مینویسه نیم دو نقطه پایتون. یعنی در خروجی یک نیم دو نقطه پایتونی رو در هر دو داریم. و این دوتا مثل همه. من میتونم این افی که اینجا من گذاشتم باعث میشه که به جای این اس به جای آکولاد باز در واقع اس آکولاد بسته بنویسه پایتون. میتونم به جای این کار خب این رو بنویسم و دیگه داخل آکولاد اس ننویسم، بعدش بنویسم دات فرمت اس. هر دو یه کاری میکنه. این اف هم فرمت رو داره نشون میده یا اینجا از خود فرمت استفاده کرد. یا مثلا من رشته‌ای دارم به نام آ، توش فرشید رو گذاشتم تو متغیر رشته آ، تو متغیر رشته بی هم شیرفکن رو گذاشتم و حالا یک دستور گذاشتم نوشتم که پرینت کن. یه تک کوتیشن نوشتم نیم دو نقطه توی آکولات صفر فاصله فامیلی دو نقطه تو آکولات یک دات فرمت ای و بی. یعنی مثل این فرمته دارم از این فرمت استفاده میکنم. چون دوتا رشته دارم دوتا رشته رو گذاشتم و دوتا فرمت داریم. این صفره برای آرگومان اول فرمته، این یک مشخص کننده آرگومان دومه. پس الان مینویسه نیم به جای این در واقع آکولات صفر آکولات بسته متغیر آ رو قرار میده که فرشیده. پس مینویسه نیم فرشید. و به جای یکم چی رو میذاره؟